نزدیک از آمدن پشت در خانه، این آغاز همون مبارزه است. پشت در خونه بیاد با بیگانه های کدا بکنه، اون عرب غیور، اونی که حاضر نیست که بزنش به ناموسش کمترین اهانتی بشود، و این غیرتی که با تعالیم و آموزش های اسلام به اونگ شدت میرسد در یه فرد عرب مسلمان، اونم مسلمانی مثل امیرالمومنین، او تن بده که زن جوانش بیاد پشت در، رجاله دنبال در پشت در جمع بشن و با هم یه کدو بکنن. عادیس این قضیه، این قضیه قضیه معمولی است، تصادفی است یا حساب شده است؟ ای زهرای اطهر، ای دختر آبرومند پیامبر، از موقعیت خود استفاده کن، اکنون که حکومت و زمامداری قرار است به دست نااهلان بیفتد، برو بگی این بازوان زنانه رو حائل کن میان دست قاصد و دست متجاوز آنان که شایسته این پست نیستند، و تا عرب در تاریخ ثبت کن که این است اسلام. زن جانش رو فدا میکنه برای این که حکومت به نااهل نرسد، اون وقت میاد از پشت در شروع میشه، تهدیدها تأثیر نمی کن، نمیگه من حالا بار دارم، مصلحت نیست در افتم، بمانم چند روز دیگه آتششون فروکش کنه، بمانه شاید من فارغ بشم بعد برم به میدانشون. نه، نطفش در همینه که در شدیدترین موقعیت ها بزرگترین وظیفه ها انجام بگیرد و شدیدترین لطمه ها بر جسم و جان وارد بیاید. لذا شروع کرد مبارزه، اون پشت در آمدن، اون محسن شش ماه سقط شدن، اون بازو بندی از برم بر بازو، اون مقاومت عجیب که منجر میشه به این که دختر پیغمبر رو بزنن. یه زن رو چی میزنه؟ چرا میزنن؟ مگر اینکه ایستاده مقاومت میکنه، نمیتونن در این موقعیت حساس این عیاری رو انجام بدهن مگر اینکه این خار راه رو از میان بردارن. این خار راهی شده، همه نقشه ها رو نقشه بر آب میکنه، مردان و ریش سفیدان و قدرتمندان مهاجر و انصار زیر بار رفتن، بعضی فریب خوردن، بعضی کوتاهی کردن. این زن نه فریب میخورد و تنبلی میکند، نه حاضره به هیچ قیمتی رضایت بدهد. اینی که زدم، بعد از آنی که زدم بیهوش شد، وقتی به هوش آمد دید مثل این که قضیه در شرف انجامه، نگفت مریضم، از ها یا شخصی رو از ها کردن، به مسجد رفتن، به گریه بسنده نکردن، بریده با زبانی که شأن زهرا رو از خطبه خانی به لوح سرایی تبدیل می کند. اگر خطبه زهرا رو نگفتی، گریه زهرا هم معنی پیدا نمی کند. اگر نفهمیدیم که زهرا اونجا چگونه سخن گفته است، نمی فهمیم گریه او به چه معنا. میره توی مسجد می ایسته و در مقابل چشمهای مبهوت حاضران بنا می کنه خطابه عجیب ایراد کردن. به نظرم اگر یه آدم معمولی بخواد اون خطابه رو بخونه و انشاء کنه، بیش از نیم ساعت حرف زدنه و پر از مطالب عجیب. اینجا این قسمت کار انجام گرفته، افکار را آماده کرده، اما باز به همین هم اکتفا نمی کند. به گفته ای چهل شب مرتب در خونه این مرد، در خونه اون آدم معروف، در خونه اون چهره سرشناس میره. بیایید کار کنید، تشکیلات، همدستی، همبستگی، یه اقدام به جا با هم دیگه. تا هنوز زوده، تا هنوز کار از دست در نرفته، چهل شب هم دنبال این فکر میدود. و که اون زنی که به اون صورت سقط جنین میکرد، اون زنی که ضربت میدید، اون زنی که آسیب، ببینید چی اصلا قضیه. اینا رو شما رو به خدا نشناسید، شما اینا که خیلی گفته میشه، اما بدانید که این کارها همه یک سر یک مبارزه ممتد، مبارزه ایست از چند نوع با چند جلوه، مبارزه مثبت، مبارزه با جسم که اگر شمشیرم دستش بود شاید میزد، مبارزه با زبان، مبارزه با تلاش های پنهانی و نیمه شبانه، مبارزه با سخن گفتن با زنان. مصاحبه فاطمه زهرا با زنان انصار عجیبه،